مازندران قائم شهرم. آقا میارمت بالا داداشی. بانو شبنم عزیز. دوست عزیزم برای درخواست فرستادن، گفتی از قائم شهر هستی. سلام آقا. سلام دوست عزیزم. ای جون خوبی؟ سلام خان داداشم، حالت خوبه؟ بشم تو خوبی؟ قد شدی داداش؟ دوست خوبم قد شد. یه بار دیگه درخواست بده فداشم. آقا من نوکر شما. میگه چرا پشتیبان کردر نمیاری بالا؟ پشتیبان کردر لایو من متعلق به خودش، هر موقع درخواست بده میارمش بالا. من یکی از بچه کردار رو آوردم بالا، دوست داشتم یکی از بچه های شمال بیاد بالا صحبت بکنی. تو برادریمونو ثابت بکنی. میگیم ما بچه های مازندران و کرد و لور و خراسانی و عرب همه زیر یه پرچمیم، همه برادریم، همه عزیزیم. آقا محمد میارم بالا، بچه گیلانه فکر کنم اگه اشتباه نکنم، بچه رشته. نه آقا جان دعوا نکردن عزیز دل من، انشالله دعوا هم نمیشه. سلام آسیه. سلام یا الله چکریم آسیه، مخلصیم، خوبی آسیه، تمنا میکنم پرچمت بالا آسیه، خوبی فلاح بشم عزیز دل من، چکریم آسیه، ما قبولت داریم. چه خبر؟ خدا حفظتون کنه. الحمدلله شکر خدا. من میخواستم یه مقدار راجع به موضوع صحبت بکنیم که ما جز برادری و مهر و محبت ما بین اقوام ما چیزی نیست، مراقب فتنه دشمنا باشیم مثل هانی کنم. پرچمت بالا بنزین رو آتیش میریزن. آسید همون که روز اول برگشتی گفتی فوش آماری زشته، کسی که فوش آماری میده، همون دیگه جواب کل حرفا بود اصلا. کلا دمت گرم. خدا وکیلی خدای هیچ وقت جانم هیچ وقت ندیدم مثلا، چون مثلا کردی طرف کردار رو بگیری یاد مثلا فلان، همیشه حق رو گفتی، به خاطر همین همه ایران دوستت دارن. آقا کرد و لور و ترک و اینا نداره، همه داداشیم، فرقی نمیکنه. خدا رضا مرتبه فحاشی اصلا کلا بده. والا اون آقایی که مینویسی اونجا رشت لات داره، تو بیا رشت ببین لات داره یا نه. درود بر چیکار کنم اینقدر ریش بذاریم مثلا لاتیم؟ ایوالا به ریش هست داداش، به ریش نینا نیست، به ریش هست. خودتو عشق هسته. چه خبر؟ اینشالله که این اتفاق فداد بشم، اینشالله این اتفاق که افتاده کدورتی که پیش اومده. آقا ما شمالیا هزار سال نمیخوایم هانی بیاد بالا خواهیم. هانی کیه اصلا؟ هانی جز آمار نیست اصلا. اومده استوری گذاشته کونی دول. دیدی آقا بعد ببین چه قشنگ، همین سه روز چهار روز پیش آقا زمین محمد براش استوری گذاشت، گفته بود نگاه کن شما مازندران برات خط قرمز گوگلی مگولی. آن خوندم استوری تو دیدم. آره بعد حالا اومده یه جورایی فتنگری، دیدی نوع نوشته و اینا. خب این اصلا سواد نداره، به مولا اون اتاق فکرش این انگولک میکنه بهش یاد میده، مال این حرفا نیست. با پول چهار تا ماه رفته پرشو مرشو هزار چی سوار میشه، بعد میاد میگه من لاتم. بعد میدونی الان نگران چیه؟ چون یه مدت بچه های مازندران و شمال در کل خب پاشو باریدن میرفت اونجا تو شمال براش ویلا اجاره میکردن، دزدکی آشپزخونه شیشه میزد همین هانیکنهای بیناموس. خب
الان یه مدت و وقتی که زنبی محمد و خوبای مازندران و گیلان تهدیدش کردن و ما هم دستش رو کردیم، دیگه جا نره پا نره زیاد اونجا بره تو شمال آشپزخونه شیشه بزنه، ویلا براش اجاره بکنه آشپزخونه شیشه بزنه. الان افتاده به دست و پا، میگه الان این فرصتی که الان با کردا و لورا درگیر شدن و یه سوء تفاهمی پیش اومده، میتونم خودم دوباره جا بکنم تو دل شمالیا، دوباره برمیگردم میرم اونجا آشپزخونه شیشه میزنم. خب بی‌ناموس آقا سید، بلا نسبت یارو میاد اینجا شمال بهترین پذیرای، چون ما مهمون نوازیم، بلا نسبت چهار تا بیادبی، چهار تا بچه کونی میان میگن ویلا پیلا، طرف میره زنشو برمیداره میان اینجا اشغال میکنه، بعد میان میگن ما اومدیم شمال نمیدونیم فلان کرد. والله آقا ما جز چی میگیر آقا شما ندیدیم داداش، من به مولا تو بندر انزلی با مامورای کمیته در، یعنی ما ببخش شانس میان کلامت اس نمیبرم، مثل مابقی بعضی از شهرها مثلا طرف بیاد اینجا بگیریم لختش کنیم کونش بذاریم وسایلشو برداریم، اون موقع مثلا با وجودیم مردمداری شما شمالی ها ثابت شده است، همتون با عشقین. اولی آقا سید، اولین مدرسه ای که خانوما آقایون تونست اصلا کلا زنا تونستن درس بخونن تو رش بوده، تو گیلان بوده، این یعنی مثلا میشه بی غیرتی؟ این میشه نمیدونم فلان میرزا کوچیک، این همه نمیدونم فلان کرد، روسی اینا اومدن اینا رو انداختن بیرون، اینا همه جنگ کردن فلان کردن، نذاشتن بیگانه ها بیان تو کشور ما. نصف شهدای ما تو جنگ تحمیلی، حالا زیاد دور نریم تو جنگ روسیه و فلان، بچه های شمال بودن آقا. بعد الان نصف بچه های خونه بچه کردا و بچه کردا و بچه شمالی ها الان یکی شده. ما کردای تحمیلی تو شمال زیاد داریم. آقا من 2 سال مهاباد بودم خدمت سربازی، سرتونم درد آورد، بهترین آدم ها بودن، یعنی یه بدی ازشون ندیدم، به خاطر همین کردا رو همیشه دوست داشتم. زنده باشی. ما هم شما واقعا مهمون نواز، سفره‌دار، با وجود، هیچ وقت ما به هیچ کی فقط همه داداشیم، چرا باید بیام بگم فوش؟ به قول خدا بیامرد سیم تلفن بلنده، به قول خدا بیامرد سیم تلفن میگفت بلنده فوش نمیرسه. فوش یعنی چی؟ من بیام اینجا بگم که فلان بسار من اینو فلان کردم اونو فلان کردم، مثلا چی؟ باز دم شما گرم که مثلا میای اینجا ریش سفیدی میکنی، 2 نفر دو تا بچه میاد بیشتر نخ میندازه، بیشتر میخواد خود نمایی میخوان بگن آقا ما فلان بابا جان نیست صحبت میخوان اس در کنن، اونا هم نمیخوان بی ادبی بکنیم، ولی آقا جان وقتی 4 تا بزرگتر هستن معذرت میخوام 4 تا بزرگتر سینه سوخته هستن تا حق نداری، ولی من و یکی که یک کلیپ داده بود بیرون پشت دوربین یکی وایساده که ادعای بزرگی میکنه، تو اگه بزرگ بودی خودت میومدی کلیپ میدادی کاشو. آره خب اونی که پشت میگه ایوه، خب تو اگه ادعای بزرگیت میشد و میگفتی من بزرگی اون شهرم، خودت مثل آدم میومدی یک کلیپ میدادی بیرون، حالا یا فش میدادی یا وسط رو میگرفتی یه جورایی صحبت میگه، نه اینکه یه چیز بندازی جلو بعد صورتت نشون ندی، اون زشته واو جان، تو بزرگ اون شهر این کار باعث میشه 1000 نفر بیافتن تو زندون. الان آخر اینجا ایرانه، مثلا عراق اینا نیست که بیخیال شه، مرد میفته تو خونه تو ور میداره میبره. آقا جان بعد میدونی جواب بزرگ 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 من همیشه گفتم بزرگ بزرگیه که آقا ادعاش میشه بیشتر از همه داد بیداد، پنجشنبه باید بر اونجا آمار بده، شنبه یک شنبه بیشتر از همه گردن کج میکنه و آدم فروشی میکنه. صد درصد. حالا ما تومت نمیزنیم، میبرنش کار تاکسی ها دیگه، میبرنش اونجا میگه یک قلم کاغذ براش میذاره جلوش، یه باتون و یه شیشه میذاره جلوش تو امنیت، میگه میشینی روش یا مینویسی؟ ایرانه بابا، شوخی نیست که. صد درصد. اینجا هم همینطوره، اینجا هم فکر نکنین آقا شوخی داره، امنیت وقتی امنیت اجتماع خطر بیافته رحم نمیکنن آقا. امن به قول خودمون به زمون رشتیم، امن همه دوست داریم. ای والا خیلی آقا چی میگفتم؟ من تیپده من تیجان ورما آقا یاد سید یه دونه بدات باشم داشت بریم سراغ واقعی جان بیمیرم نوکرم حاد سید یا علی شبت بخیر نوکرم حاد سید درود به عدبت دوست دارم یا علی
بچه های خوب با عشق گیلان، رشت، شمال، مازندران. خب یه دوست دیگرم، یکی دوتا دوست دیگرم بیاریم بالا انشالله جز مهر محبت فی ماوین نباشه. کی دوست داره بیاد بالا؟ این نوشته من بیار بالا، نمیشناسم ولی میارمت بالا داداش. الو الو آقا دارم صدا دارم. روز بخیر جان. قلامت هم داداش. خوبی؟ خوبی داداش. قربونت. مرسی. خوبی شما؟ باشی داداش. کجایی؟ صورت نمیبینم دادا. الو صدات دارم. صدات دارم عزیزم. الو صدات ضعیفه سه جان. من دارم صدات دارم داداش. سلام آقا. صدات دارم آقا. الان صدای منو داریم؟ دوستان صدای منو داریم؟ اگه صدای منو دارین یه اوکی بدین. خب صدای منو دارین. دوست عزیزمون انگار میگه پیری و معرکه گیری. برو بیرون، برو بیرون. سید سیگار نمیکشی؟ چرا؟ ولی الان اینجا نه. این داداشمو میگه منو بیار بالا. آقا بهمن نمیشتستم ازن میارمت بالا دادا. آقا آراس الان چشم میارمت بالا. بذارین دوستمون آقا به من بینه میاد بالا. آقا به من نیومدی بالا آقا. آقا برای درخواست فرستادم نیومدی عزیز دل من. آقا محمد آقا من برات درخواست فرستادم. الانم بازم برات درخواست فرستادم. آقا بهمن. سید یاری بیگاری ولش کن. آقا بهمن ببین بازم برات درخواست فرستادم. خب دیگه نمیای بالا. دیگه من چیکارت کنم؟ دیگه مشکل پیش خودته. دوست عزیزمون نوشته من از کانادا. آه
سید عمر دنیا داری زندگی میکنی، بشین حالشو کن، خدایی حوصله داری، درد سر میخری. والا چی بگیم، بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم. آقا چرا کسی نمیتونه بیاد بالا؟ هرچی درخواست میفرستیم کسی نمیتونه بیاد بالا. آقا سید مشتاق میگه من از دانمارک هستم، بیا بالا. سلام آقا سید، چاکرم. خوبی آقا سید؟ خوبی دارم. سلامتی. نوکرتم. نوکرتم. فدات آقا بشم. یه سر به دانمارک. چشم، بروی چشم. خوبی دارم. آقا نوکرتم. سید یه سوال داشتم آقا. جونم آقا سید. ای نه من سید نیستم. این تفرقه بین لورا و شمالیا رو کی درست کرده سید؟ والله من دارم بچه‌های مال اهواز. هر اتفاقی میفته یه سری اسباب خودشو داره دیگه. اتفاقای بعد حتما بدونین که رحمان در کار نبوده، شیطان در کار بوده. عجب. چون من گفته بودی مثل که هانی کنا و اینجور حرفا، گفتم این داستانش. همون خدمت عرض بکنم. خب ببین خیلی محرکا هستن از زیر کار میکنن، تو همچین بخصوصا تو مسائل قومیتی محرکایی هستن که میان مردم رو تحریک میکنن، جوانا رو تحریک میکنن، اونایی که زود عصبی میشن، انفعالی هن، هیجانی هن، اونا رو تحریک میکنن و میاد این اتفاقایی که میبینی میفته. اینجا دور بزرگتر هست، اونایی که با ادبتر هن، سینه سوخته تر هن، دور اوناست که بیان بالانس بکنن، این داستانا رو بالانس بکنن، اجازه ندن که فتنه بزرگتر بشه و آتیش رو بخوابونه. رسمی. همینجا دست پای همه خوبای با ادب شمال و کرد رو میبوسم و ازشون خواهش میکنم که هیچ حرکت انفعالی انجام ندن و توجه کلیپ این بچه ها نکنن. سید عرضه شما رو. آقا ما فقط 3 سال شما رو دنبال میکنیم، ما هی میگیم به دانمارک نمیره سید. عزیز دارم، کجای دانمارک دیگه؟ آلبورگ هم سید. آلبورگ. بودن گول من آدگات. یا دی گفتین پک ویدن. یا ولانگت تو بوی دنمارک. بیا نستن 6 آر. 6 آر. یا. پوزیتیف. بسی دو؟ دو ها پوزیتیف. یاس. یا. بیا نستن 5 آر یا هدن. آپوزیتیف. اوکی. سید یه ها این کی هستم؟ کام فا پولند. دو ها کیست این فا پولند؟ یا. من بی با هیر. یا آلبو. اون سویپ کردن. یکنه کی گم؟ بسی دو؟ یکنه کی گم؟ نه هون با ای سید لیلی هم. آها. یا. وکنه دو؟ دیگه سم با. نه فودی ویکه اک فودی هون فا پنگ فا کمون. دوتا پنگ فا کمون. نه هون تا پنگ فا کمون دفو ویکه اک با سام لینو. دیگه. وکنه دو دنس. دو استانه دنس. Yes, it's fully for the arbeid also. Uh-huh. What can I do then, Steve? Where did they arbeid? Yeah, it's some mail. Some mail. Yeah, then come to Sartamun. Okay. Deliver mail or some mail? Yes, it's fully. Yeah, thank you for that. Okay, عزیز دارم خیلی خوشحال شدم. نوکرتم سید، خیلی آقایی. دوباره تو برای من بفرست. حتما چشم، نوکرتم. قدیمی ترین بارای دانمارک و اسکاندیناوی رو شهر تو داره. آره آلبورگ است، یه جای خالی پاتونمون. هر ویکند ما تعطیل به خاطر کرونا هم میریم. بله آقای. اوکی دم سر. خدا حافظ. شماره تو برام بفرست داداش. رو چشم. چش. خدا حافظ. یعنی. عزیزای دل من. میگه حالا بیار بالا. آقا بهمن ببین، من اون بابا رو آوردم بالا، من فکر کردم شاید مشکل از پیش منه، این دفعه آخره برات میفرستم، دوباره برات فرستادم، انشالله که بتونی بیای بالا. سلام سید جان. سلام عزیزم، صدات نیست، تصویرت نیست، صدات هست داداش. نت ضعیف اینجا. خب دیگه مشکل بس از ما نبوده، قربونت برم، فدات بشم. اهل کجایی فقط هم بگو که دفعه دیگه حواسم بشه بیارم بالا. دادم کوچیکه دم همدان. بچه های همدان چشم من این، خدا حفظتون کنه، خدا رحمتون کنه، خوبای عزیزمون و اسیران خاک داشت وعید و آقا بهروز و
هرچی خوبه صدا بشن پاکتیم سلطان چشم منی آقا بریم برای سری بعد انشالله 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 سید جا ما دوست داریم ها چشم منی غلامتونم خاک پاکتیم هوادارتیم داداش قلبم قلبم در پناه خدا باشی مبین عزیز بیا شاه مازندران محمود طالبی خدا رحمت بکنه آقا محمود طالبی رو خدا رحمت بکنه آقا مهدی قرمز رو آراس میگه من هنوز من منتظرم بیاری بالا چش برای دوباره درخواست فرستادم و علیکم السلام سلام آقا سلام سلام برادرم سلام خوبی سلام برادرم خوبی سلامتی ان شاء الله خیلی خوش اومدی خیلی خوش اومدی خوش میگذره الحمدلله شکر خدا سری اول آوردم بالا سمت رو نشون دادی یا قطع شد آره اومدم دوربین رو بگیرم سمت هم ببخش قطع شد خب خدا هزار مرتی شد اصل حالت چطوره داداش خوبی سلامتی ان شاء الله والله این فتنه رو میشنویم ناراحت میشیم من خودم ایران نیستم ولی بچه مازندرانم بچه قایم شهرم به 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 زنده باشی بعد این که همه جای ایران بزرگ داره همه جای ایران گنده داره هر کی در حد خودش هست حالا یا بزرگتر یا کوچیکتر والا اون تا اونجایی که ما میدونیم بزرگ مازندران شاه عمورعین باباییه رفیقش مهران قربانی چه میدونم بچه های بابل خدا بیامرز محمود طالبی مهدی گاوزن خیلی هستن خیلی بزرگ داره خیلی با شخصیت داره خیلی بزرگ داره تو کردها و لورام همینجا تو هر قوم و دین و مذهبی آقا تو ما الان تو همین انگلیس هم همینطور تو همین انگلیس هم داریم تو دانمارک داریم تو سوئد داریم هر کی برای خودش شخصیت و مکان و به قول معروف پرستیژ خودش داره دلیل نمیشه که همه بد باشن دوباره قطع شدی آقا قطع شدیم دوست عزیزم آقا قطع شدی متاسفانه همه جا آقا دعوایی هست خوب هست بد هست زنده باد زنده باد خدا لعنت کنه هانی کنار که همه تفرقه ها زیر سرشه سید بیا لس آنجلس در خدمت بشیم آقا علی رضا غلامت هم داداش خدا رحمت بکنه آقا محمود طالبی رو آقا مرچی قرمز رو آقا شریفی بزرگوار خوش اومدی خدا حفظت کنه خدا رحمت بکنه آقا وحید مرادی رو خب دوستای خوب من لایف طولانی شد اگه از مرخصی بدین من یواش یواش از حضورتون مرخص شم انشالله هیچ تفرقه مومن کرد و لور و مازندرانی و گیلانی و هیچ هموطنی نبینیم خیلی دوستتون دارم مراقب خودتون باشیم مراقب فتنه ناجم و مردم مثل هانی کنو و تیم مفعولش باشیم میگه نرو هانی کنو تونش سوخته یه مدت دیگه جا نره قبلا ها مثلا یه سری ها بودن میرفتن براش ویلا اجاره میکردن تو شمال ویلا اجاره میکردن مثلا برای یه هفته ده روز میرفتن اونجا آشپزخونه میزدن یه 30-40 کیلو شیشه تهیه میکردن و میوردن تهران و باقی شهرها و داخل شمال میفروختن اما موقعی که زبی محمد رو زدن کور کردن و اینا بعد دیگه و دستش رو شد دیگه جایی نداره تو شمال الان این بیناموس میاد فتنه میکنه میخواد یه طرف رو بگیره بلکه دوباره جایی باز بکنه
تو شمال، حواستون باشه. این فتنه اونه، فتنه هانیکوناس. وعنه کرد و لور و شمالی و گیلانی همه دا آشیانی. عزیز دل منی. آقا میگه، آقا حمید میگه منو بیار بالا، کارت دارم، میارمت بالا. آقا حمید نمیشنستم، همه دوربینو بر میگردونم داداش تا ببینیم. رد دادی آقا؟ آقا حمید برای درخواست فرستادم. آقا ببین دوباره، ببین دو بار، این از سومین بار رد میدی. آقا حمید سه بار برای درخواست فرستادم رد کن. آقا ابراهیمی بزرگوار از شما خواهد تو قبول بشه. بچه های دستور دیجیتال من خب داشتی ها، من اگه بدین از حضورتو مرخص میشم. آقا سید اما منو میشناختی؟ ادامش که هم بچه دولت بود بود علی بهداشتی. آره دادا. آقا صدای من ضعیفه؟ خب دیگه آقا مشکل از خودت، من چیکار کنم؟ میگه آقا سید نادر رو بیار بالا، اون شب آوردی داستان تعریف میکرد، شده بود کلید اسرار. آقا علی رضا، آقا نادر، کدوم آقا نادر رو میگی؟ خالو پشتیبان تو لایو مگه هنوز؟ خالو پشتیبان مگه تو لایو هنوز؟ خالو پشتیبان تو لایوی؟ میگه رکابی سفید پوشیده بود. خالو پشتیبان اگه تو لایوه یه پیام بده میارمش بالا. میگه شکلات میخوری داداش؟ الان وقتش نیست. نه داداش نیستش، تو لایو نیستش. اگه باشه بهم پیام میده. الان اومد، الان اومد خال پشتیبان، الان دیدمش. سلام یه ذره منو با تعریش تحمل بکنین داداش. ریشه با من نمیاد داداش. نه به من، برای من دوباره دستور با شما هم نمیاد. ریشه با شما نمیاد، اینجوری بهتره. اینجوری بهتره؟ آره دیگه داداش. اونایی که خارج قبل من مدت جدا شدن نه تعظم خارج میکشن گو خوری میکنن بیرونش کن. اونایی که چی؟ معذرت میخوام. اول خارج کش میشی میکردن نه داداش میان بهتره میکنن. آقا من هکی رو میبینم بی احترامی میکنه میندازم بیرون. بخصوصا که میخواد وارد فتنه بکنه. مثلا الان یارو نوشته شمال ویلا زیلا، توف به زاده، توف به شرفت، برو بیرون بی ناموس. بیرونش کنه داشت منو اسکل پرستن دنبال فالوارن، دنبال آبجی تیلاس میره اونجا، آبجی تیلاس میره تو شمال بی ناموس. اونا فقط دنبال چوارده چوارده بیا بی ناموس. اولش میکنه داشت بیرونش کنه. والا چه خبر داداش؟ والا همه چی خوبه الحمدلله. اومدم لایو شما 20 دقیقه پیش.